صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرز سلام خدمت محسلين جرامي بجلسة دوم از هفته سوم درس نظام مالی و نظام اقتصادی اسلامی رسیدیم خود شما و در این جلسه ادامه بحث اساس فکری نظام اقتصادی اسلامی رو میخوانیم با این تفصیل که در هفته گذشته گپر خواندین که چگونه عقیده اسلامی تهداب فکری نظام اقتصادی تشکیل میده و این سوال رو به شکل اجمالی خود شما تبصره کردین و حل شد و حال میخواین بخوانین که به شکل تفصیلی چگونه ارتباط در بین عقیده اسلامی و در بین نظام اقتصادی اسلام وجود داره. به این رقمی به پیش میبرین خود شما که میخوانین به تفصیل که در اسلام موارد عقیدتی دقیقا 6 مورده که در اینجا عالمی آیه در اسلام من حیث عقیده های ثابت هست و هر کدام از اینا و هم مجموعه اینا ربط مستقیم و تنگ و تنگ به ساختن نظام اقتصادی اسلامی داره. ما اول عناوین اون رو در این سلاید بر شما اینجا یادداشت کردم و باز بعدا متن کتاب رو میخوانن انشالله. 6 مورد از یا اینجا آمده معنی و مفاهیم از عقیده اسلامی که تهداب اقتصاد اسلامی را میسازد. 6 مورد اینا: 1. ملک و پادشاهی کائنات از الله است. این یک عقیده در اسلام که ملک و پادشاه مالک و پادشاه کائنات الله است، با خداوند تمام این کائنات از اوست. خب دلیلی هم واضحه، خداوند خلق کرده و تمام اینا هم از اونه. آنچه در کائنات هست، اگر ما انسان هاییم، اگر حیواناتیه که ما از گوشت و از محصولات اونا استفاده میکنین، اگر زمین های زراعتیه، اگر حبوباته، اگر میوجاته، اگر باغهای، اگر معادنه، اگر نفته، اگر طلایه، اگر مثل هرچه هست، اینا همگی از الله متعاله و خداوند پادشاه حقیقیه که اینا رو هم خلق کرده و هم اینا تحت ملک او و تحت امر و اراده او قرار داره. این یک عقیده در اسلام. طبعا باز بر اثبات از این آیات از قرآن کریم سال بعدا متن که بخوانین میاد. خب طبعا نتیجه این عقیده میشه که پس هیچ کاری در این دنیا و در این کائنات نباید انجام بشه و صورت بگیره مگر به اجازه خداوند، چون او پادشاه کل کائناته. بنابراین هر چیزی که او دستور داد دستور او باید انجام بشه و هر چیزی که من کرد من او باید مد نظر گرفته بشه. از تمام همین مواردی که در کائنات هست، اگر او اجازه داد که از کدام ها استفاده کنین، ما حق دارین استفاده کنین، و اگر من کرد که از کدام ها حق استفاده ندارین، ما نباید از اونا استفاده کنیم. خب طبعا بخشی از این کائنات گفتین که منابع اقتصادی، ذخایر طبیعی، ذخایر و منابع زراعتی و منابع حیوانی و جمادات و وسایلی که ما در ساختن خانه و لباس و خانه و مسکن و اینا از او استفاده میکنیم و هر جا و به هر مقداری که خداوند بریم و اجازه داد ما حق استفاده داریم و هر چه او اجازه نداد باز حق استفاده نداریم. اگر گفت اسراف نکنین، خب ما حق نداریم اسراف کنین. اگر گفت از فلان چیزها استفاده نکنین، ما حق نداریم از اونها استفاده کنین. اگر گفت از فلان راه ها مال کسب کنین، ما باید تنها از اون راه ها کسب کنین. اگر گفت از فلان راه ها مال کسب نکنین، ما حق نداریم به دست بیارین. اگر گفت به فلان طریقه ها مال خود رشد بدین، ما به غیر از او رشد داده نمیتونیم و امثال اینا. اینا هم میگین نتایج همین عقیده. دومی از این اعتقادات اینه که مال ها مال الله متعاله. یعنی اونجا که گفتین خود تمام کائنات رو گفتین که شامل مال و غیر مال و اشیایی که خصوصیت مالی داره و اشیایی که نداره همه گیر شامل میشه. باز در اینجی به طور خاص میگه که آنچه که حیثیت هم مالر داره اونا هم از الله متعال. باز آیاتی از قرآن کریم اصال در متن میخونیم خود شما که خداوند مالر هم با خود نسبت داده و تو هم مال الله الذی آتاکم، به ایشان بدهید از مال الله که بر شما داده. یعنی مال اصلا از الله متعال و به دسترس ما قرار داده خداوند. بنابراین آنچه که مال گفته میشه که تعریفی و اینه، طبعا شما در مضمون گذشته خود مبادی اقتصادم خوندن و در اینجا هم در متن کتاب ما شما میاره، آنچه که انسان طرف او میل داره و ذخیره کردن او ممکن هسته تا به وقتی که انسان نیاز داره او مال میگن. حال اینا هم از الله متعال. بنابراین تمام میخوردنی ها، نوشیدنی ها، لباس، وسایل سواری، زمین، زمین های زراعتی،
حیواناتی که برای سواری یا برای کار استفاده میشه، اینا همگی مال و مالها همگی از الله متعال. بنابراین از هر طریقی که گفت مال کسب کنین و حاصل کنین برای ما اجازه است و ما حق دارین استفاده کنین از این طریق، و از هر طریقی که مال من اکد که مال به دست نیارین باز ما حق ندارین از این طریق ها مال به دست بیارین. مثلا از طریق تجارت و معامله و خرید و فروش و بیع و شراء و اجاره و اینا گفت که اجازه، خب ما میتونیم بر این مال به دست بیاریم. ولی وقتی گفت از طریق دزدی، از طریق حرام، رشوت، احتکار، زنا، فحشا، از این طریق ها نمیتونین مال به دست بیارین، باز کسی حق نداره که از این طریق ها مال به دست بیاره. همچنین در راهی که گفت مال رو مصرف کنین در زکات، در نفقه، در جهاد مالی، در کمک به فقرا و مساکین مال رو گفت مصرف کنین، ما مکلفین که مصرف کنین. و وقتی گفت که به فلان راه ها مال باز مصرف نکنین برای عیاشی های ناروا، مثلا برای استفاده از لذت های حرام استفاده نکنین، برای راهی که اسرافگری تبذیر مال مصرف نکنین، خب باز ما حق نداریم که مصرف کنیم، چون این مال ها از ما نیه، از الله متعال، بنان طبق دستور او باید کار بشه. و همچنین نظر طریقی که او گفت مال رشد بدین، برای ما اجازه هست که رشد بدین از طریق تجارات و معاملات و معاملات حلال و اینها بازم، و از راه های نامشروع که او میگه حرام، ما حق ندارین مال خود افزایش بدین، از طریق مثلا قماربازی، از طریق سود، از طریق رشوت خوردن، از طریق احتکار کردن و اینها ما حق ندارین که از مال استفاده کنین. به این ترتیب ای عقیده دومی بود که در اسلام هست، و اینه که مال از خداونده و نتایج اقتصادی هم تبن داره، چون بحث اقتصادی. سومی از این اعتقادات اینه که الله متعال مخلوقات را برای انسان مسخر کرده، یعنی می خداونده که مالک و پادشاه کائنات و مال ها هم همگی از اونه، باز او امید تمام مخلوقات خود را به تسخیر انسان گذاشته. باز آیاتی هست در متن چپتر مام شمالی میاد، ای به این معنایه که پس اصل مالکیت از خداونده و به اختیار انسان گذاشته شده، رام ساخته شده برای انسان، به تسخیر انسان گذاشته شده به این معنا که یعنی برای انسان توان ایر داده که از اینا استفاده کنه، و برای این اموال و اشیا هم قابلیت ایر داده که انسان بیایه و از او استفاده کنه. این معنای تسخیر. و حال ما نباید فراموش کنیم که این مالها ما ایجاد نکردیم، ما پیدا نکردیم، بلکه ایجاد و پیدایش این را خداوند کرده و او به اختیار ما گذاشته. بنان در هر جایی که او خواسته باشه ما باید مصرف کنیم، در هر جایی که من کرده باشه حق نداریم مصرف کنیم و امثال این ها. و طبعا این اعتقادات ربط داره به ساختن نظام اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی تشکیل میده تحت بود. چهارمی، ملکیت مجازی برای انسان. یعنی هم یک عقیده در اسلام که خداوند باز ملکیت بر انسان قائل شده که انسان هم میتونه مالک مال بشه. البته ایده که ملکیت ملکیت مجازیه، چون پیشتر گفتین ملکیت حقیقی که از خداونده، ولی در کنار او خداوند به شکل مجازی بر انسان هم ملکیت قائل شده که بزال آیات میایه بدن میخوانین. البته ملکیت مجازی به این معنایه که یک ملکیت نسبی و یک ملکیت موقت، نه به شکل حقیقی و نه به شکل دائمی، بلکه به شکل مجازی خداوند برای انسان انسان رو مالک مال گفته. انسان میتونه مالک پول باشه، مثلا مالک زمین باشه، مالک وسیله سواری باشه، مالک خانه باشه، مالک باقی باشه، ولی خب این ملکیت مجازیه. مجازی به این معنی که بعد در امو حد و حدودی باشه و در قیودات با در نظر گرفتن قیوداتی باشه که مالک حقیقی به سر مال وضع کرده. و پنجم عقیده اینه که استعمال مال در رضایت الله متعال. طبعا این عقیده ناشی از اون اعتقادات پیشتره، به این معنی که وقتی که او مالک حقیقیه و او به تسخیر انسان گذاشته و برای انسان ملکیت مجازی قائل شده، پس انسان باید از مال طوری استفاده کنه که او راضی باشه، الله راضی باشه، و در جای استفاده نشه که خلاف خواسته و خلاف رضایت اونه. خب چون او مالک اصلیه و پادشاهه و چون او نار خلق کرده و ملکیت حقیقی همگی از اون. و ششم از این اعتقادات اینه که دنیا وسیله هست نه هدف. این یک عقیده در اسلام که می تمام دنیا با تمام ابزار و وسایل و خوردنی ها و نوشیدنی ها و منابع و معادن و حیوانات و اموال و اینا همگی اینا برای انسان مسلمان هدف نباید باشه و باید به حد وسیله از اینا استفاده بشه. وسیله به این معنی که یعنی یک ابزاری که انسان رو به هدف برسانه، در امیت باید انسان از اونا استفاده کنه. این یک عقیده در اسلام و باز بعدن آیاتی هم به ارتباط میای.
و طبعا خب این هم نقش داره در ساختن نظام اقتصادی اسلامی. خب حال شما نگاه کنید، وقتی یک نظام اقتصادی که تهدا به وری اعتقادات تشکیل داده باشه که ملک و پادشاهی از خداوند، مالها از خداوند، الله اینا رو به تسخیر ما انسان ها گذاشته، ما یک ملکیت مجازی داریم، ما از مال باید طوری استفاده کنیم که الله راضی باشه و باید در بر دنیا در حد یک وسیله نگاه کنیم، نه شکل یک هدف. و طبعا این نظام اقتصادی تا نظام های اقتصادی که این اعتقادات در اونا نباشه خیلی متفاوته. نظام عقیدتی سرمایداری، نظام عقیدتی سوسیالیستی، اونا قائل به این ترقیده ها نیان طبعا، یا قائل به وجود خداوند نیان مثل که کمونیست ها همچنین بودن، و یا قائل به ای که خداوند اختیارات داره و دین و نظام و شریعت و اختیارات داره در مال هم قائل نیان، چنان که باز غربی ها به این گپ باور دارن. اما در اسلامی ترنیه ملکیت حقیقی از الله و ملکیت نسبی و مجازی برای انسان هست. این خلاصه ای از این نمونه های از عقیده اسلامی بود که اینا تهدا به نظام اقتصادی اسلام رو میسازه. حال بیاین که خود شما متن را بخونین و حل شد. ومن معاني العقيدة الإسلامية ولوازمها التي لها علاقة في موضوع النظام الاقتصادي ما يأتي. وتأز معاني عقيدة إسلامي ولوازمها كارتباط دارت در موضوع نظام اقتصادي أن شيء كم يأت. أولا يك أما تشمار وار كم ونجي ششمار زد بدون بين جمع منار قفت خوبا آوردن آيات و دلائل. الملك لله وحده، ملك از آن خداوند واحد است، پادشاهی از آن خداوند واحد است. ان الكون بكل ما فيه وبدون اي استثناء، برستی که کائنات با تمام آنچه که در آن است و بدون هیچ گونه استثناء مملوک لله تعالی، اینا تحت ملک خداوند متعال است. على وجه الحقيقه والخلوص، به شکل حقیقی و به شکل خالصانه، یعنی به معنای حقیقی اینا ملک خداوند. فلا شريك لأحد معه في ذرة منه، پس شریک برای هیچ کس با خداوند نیست در ذره از کائنات. لأن الله تعالی هو خالقه، به دلیل اینکه خداوند خالق این کائنات. قال ربنا في القرآن الكريم، ان خداوند در قرآن کریم میگه له ملك السماوات والأرض وما بينهما، برای الله هست پادشاهی آسمان و زمین و آنچه که در بین آنهاست، یعنی پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در وسط آسمان ها و زمین، همه از خداوند. در وسط آسمان و زمین همه زراعت و کشتزارهای دیگه، مزرعه های و نمی معادن، نمی ذخایر طبیعی، نمی اموال با ارزش، اینا همگی از آن الله. دیگه آیه لله ملک السماوات والارض و ما فیهن، برای الله هست آنچه در آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست، آنچه در آسمان های و در زمین و آنچه در وسط زمین و در وسط اجرام آسمانی، همگی اینا از الله متعال. خب ما فیهن در بین زمین و خیلی از من معادن طبیعی، ذخایر، اینا همه که چیزایی که در بین زمینه، یا شاید در آینده معادن و منابع کشف بشه در اجرام آسمانی که باز قابل استفاده باشه برای انسان. حال خود ای آیه میگه اینا همه گی از الله متعال. ولم یکن له شریک فی الملک، و دیگه آیه آمده برای از او شریک در ملک نیست، یعنی هیچ کس شریک نیه خود خداوند که انسان هم شریک باشه مثلا در ریداشته های اقتصادی. دقا آیه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، بگو بخانید کسانی را که شما میپندارید از غیر از الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اونا اندازه سنگینی یک ذره مالک نیستند در آسمان ها و نه هم در زمین، و ما لهم فيهما من شرك، برای اونا در اینا هیچ شراکتی نیست. خب این شد دلایلی از امو عقیده ای که گفتین. حال نتیجه و چیه؟ ومن لوازم الملك التام التصرف التام في المملوك، از لوازم پادشاهی کامل، یا من لوازم الملك التام، از لوازم ملکیت کامل، التصرف التام في المملوك، تصرف کامل است در مملوک، یعنی کس که پادشاه کامل و مالک کامل هسته او تنها میتونه تصرف کامل در امی مملوکات خود بکنه. انسان نمیتونه هر رقم که خواست تصرف کنه، چرا مالک حقیقی نیه، ولی الله که میتونه هر رقم خواست تصرف کنه، چرا او مالک حقیقیه و پادشاه حقیقیه. ولی اضافه ان لله وحده حق التصرف المطلق في جميع مخلوقاته، از این جاست که تنها برای خداوند است، خداوند واحد است، حق تصرف مطلق در تمام مخلوقاته. او یک عقیده شد و طبعا هم نتیجه. و ثانیا المال مال الله، عقیده دومی که مال هم از الله متعال، مال خداوند. و المال، مال که هسته
يعني ايه تعريف ما لا؟ وهو ما يتموله الناس ويستفيدون منه ويمكن احرازه، آنچه که انسان ها طرف اون میل دارن و از او استفاده میکنن و حفاظت و نگهداری ممکن هست. هو من جمله ما في الكون، اینا هم خواهد جمله همو چیزایی که در کائنات. فهو اذن لله وحده، پس همین مال هم دیگه در از خداوند واحده. وقتی کل کائنات از خداوند بود، باز مال ها هم که جزئی از کائنات از خداوند. و ان الله تعالی هو مالک الحقیقی، و خداوند مالک حقیقی آن است. قال تعالی، آن خداوند میگه دلیلی را آورده برای شما، و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، بدهید به ایشان از مال الله که برای شما داد. آیه درباره ازدی برده های میگه، برای برده ها و غلام و کنیز ها بدین از مال خدا که برای شما داده، مال بدین به اختیار از اونا که اونا خود را آزاد کنن. خب گپ مهم اینه که اینجی مال به خدا نسبت داده شده، آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال الله که به شما داده برای از اونا بدین. یعنی به این معنی است که پس مال از خداونده، و طبعا نتیجه هم همین میشه که انسان پس آزادی مطلق نمیتونه داشته باشه در مال، بلکه باید قید و شرط ها و احکام و دستورات که خداوند در قسمت مال گذاشته باید اونا رو مراعات کنه. ثالثا عقیده سوم، تسخیر الله تعالی مخلوقاته لنفع الانسان، مسخر کردن الله تعالی مخلوقات خود را برای منفعت انسان. الله تعالی به محض فضله سخر للانسان ما خلقه فی السماوات والارض، خداوند به صرف فضل خود مسخر کرده است برای انسان آنچه را که آفریده است در همه آسمان ها و زمین، لینتفع به، تا اینکه از او نفع بگیره. و هیأ له سبل هذا الانتفاع، و مهیا ساخته است برای او راه های همین نفع گرفتن را. به ما اودعه فی الانسان من عقل و جوارح، به وسیله آنچه به ودیت گذاشته است آن را در انسان از عقل از اعضا. یستطیع بها الاهتداء الى سبل الانتفاع، که به وسیله از اونا توانایی پیدا میکنه راه یافتن را و راه های نفع گرفتن. این معنای تسخیر هنه می که گفتین، خداوند توانایی استفاده داده برای انسان، عقل داده، اعضا داده و قابلیت استفاده را برای اشیا داده. قال ربنا تبارک و تعالی، آن خداوند میگه، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، مسخر کرده است برای شما آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است که تماما از آن اوست. معنی تسخیر دیگه طبعا در آیه به صراحت آمده. دیگه آیه علم تره، و ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمی بینید که خداوند مسخر کرده است برای شما آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است؟ و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، و کامل کرده است برای شما نعمت های ظاهری و باطنی خود را. و قال تعالی، خداوند میگه، ممتنن علی الانسان، در حالی که منت گزارنده است بر انسان، به ما اودعه فیه، و آنچه به ودیت گذاشته است آن را در انسان، مما یستطیع به الاهتداء الی سبل الانتفاع، از آنچه که توانایی پیدا می کند با وسیله آن راه یافتن را و راه های نفع گرفتن. به ما خلق الله تعالی، به مخلوقات خداوند، برای خداوند میگه، قل هو الذي انشأكم و جعل لكم السمع والابصار والافئده، بگو اوز کسی که شما را ایجاد کرده و برای شما قدرت شنوایی داده، قدرت بینایی داده، والافئده و قلب هار داده، قدرت تفکر داده. قلیل ما تشکرون، کمی از شما هستند که شکر میکنند. خب از این آیات معلوم شد که پس همگی اشیا به تسخیر انسان قرار داده شده. یکی گفت سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و باز تسخیر هم خمانه شد که یکی خداوند قابلیت استفاده برای اشیا داده و توان استفاده هم برای انسان، به این وسیله که عقل داده برای و حواس داده، شنوایی و چشم و بینایی و اینها داده. به این سر عقیده چهارم، رابعا الملک المجازی للانسان، ملکیت مجازی برای انسان هست. این هم یک عقیده در اسلام که بس خداوند ملکیت مجازی هم به انسان ها داده. و ما ان الملک الحقیقی هو لله رب العالمین، به امراه این که ملکیت حقیقی برای الله رب العالمین است، فقط اذن الله تعالی به محض فضله للانسان، برستی که اجازه داده از خداوند تعالی به صرف فضل خود برای انسان، ان یختص بالانتفاع بالمال و تصرف فيه، ان که اختصاص پیدا کند به نفع گرفتن به مال و تصرف کردن در مال، و اضافته و تسمیته مالکا له، نسبت دادن مال را برای انسان و نامیدن انسان را مالک مال. یعنی آیات میاره که امیر تایید میکنه، قال ربنا تبارک و تعالی، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و نخورید اموال خود را در بین خود به باطل، و تدلو بها الى الحکام، نشوه که مال را نزدیک کنین به حکام به حکم فرمایان، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون، تا اینکه بخشی از اموال مردم را به گناه بخورین در حالی که شما میدانین. و در این آیه که دقت کنین میبینین مال به انسان ها نسبت داده شده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال های خود را در بین خود به باطل نخورین،
باطل یعنی ناحق، مال خود را به ناحق نخورید و مال را به حکام نزدیک نکنین. و تدلو به های الحکام لتأکل فریقا من اموال الناس بالاثم، تا که بخشی از اموال مردم را به گناه بخورین. مال مردم را خوردن یعنی رشوت به حاکم دادن که او مال مردم را به شما حکم کنه و تسلیم کنه. و اینجا هم اموال الناس گفته شده، اموال مردم یعنی مال باز به انسان ها نسبت داده شده. دیگه آیه و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانین که اموال شما و اولاد شما وسیله آزمایش. دیگه آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار، کسانی که مالهای خود انفاق میکنند و شب و روز. فهذه الآیات الکریمه تضیف المال للانسان اضافه ملک و اختصاص. این آیات کریمه نسبت میدهد مال را برای انسان به نسبت ملکی و نسبت اختصاصی، یعنی این میرسانه که انسان میتونه مالک بشه و انسان میتونه اختصاص پیدا کنه به یک مال و مال اختصاص پیدا کنه برای یک انسان. اینا خو آیات بود، حدیثی هم آورده برای شما که می مفهوم میرسانه. و فی الحدیث الشریف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسه، حلال نیست مال شخص مسلمان مگر با طیب خاطر او، یعنی حلال نیست که شما از مال مسلمان استفاده کنین مگر اینکه او خوب راضی باشه. اینجا مال به انسان نسبت داده شده. فهذا الحدیث الشریف یضیف المال للانسان على وجه الملك له، این حدیث شریف مال را به انسان نسبت میده به شکل ملک مالکانه برای انسان. و مع هذا فان الملک الحقیقی يبقى لله رب العالمین، با امراه این هم ملک حقیقی برای خداوند باقی میمانه. لانه یستحیل ان یشارکه احد فی ملک شیء، چون که محال است که کسی مشارکت کند با الله در مالکیت چیزی. و معنا ذلک، معنای گپ اینه ان اضافه الملک للانسان هی من قبیل المجاز للحقیقت، که نسبت دادن ملک برای انسان از قبیل مجاز است نه از قبیل حقیقت. و ان الانسان فی ما یملکه کالوکیل فیه عن مالکه الحقیقی، و معنای گپ اینه که انسان در آنچه که مالک او میباشه مثل یک وکیل است از طرف مالک حقیقی، یعنی مالک حقیقی خداوند او موکله و انسان یک وکیل و یک نائبه. بنان به هر چیزی که موکل او دستور داد باید وکیل همون کار رو بکنه و از هر چیز موکل من کرد باید او ترک کنه. و یترتب على ذلك، بر این مرتب می شود ان على الانسان، که بر انسان لازم است ان یخضع الى جميع القيود والتنظيمات التي شرعها المالك الحقيقي، این که تابع بشود به تمام قیدها و تنظیم هایی که مشروع کرده انسان را مالک حقیقی و هو الله تعالی. و انه لا یجوز للانسان ابدا، و این که جایز نیست ابدا برای انسان ان یخرج عن هذه القیود، این که خارج شود از این قیودات. فان خرج عنها کان عاصیا لامر الله، اگر از نو بیرون شد باز عصیان کننده امر خداوند است. و استحق العقاب المقرر في الشريعه في الشرع، و مستحق می شود مجازات مقرر در شریعت را. و قد ينزع الملك نهائيا او مؤقتا او كليا او جزئيا، گاه ملک از انسان کشیده میشه به شکل نهایی یا به شکل مؤقت یا به شکل کلی یا به شکل جزئی. خب خلاص شد، این عقیده چهارمی بود. عالم خوابگه که اینا رو من از پیش خود نگفتم، من فقهای اسلامی هم در قدیم هم این گفر گفته بودن. و قد ادرک فقها اونا رحمهم الله هذه المعانی و اشاروا الیها، فقها ما اینا رو درک کرده بودن، به او اشاره کردن. فقال قال الامام القرطبی فی تفسیره، امام قرطبی در تفسیر خود گفته و هو یفسر قوله تعالی، در حالی که او این گفته خداوند در تفسیر میکنه، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق کنین مصرف کنین از آنچه که خداوند شما رو خلیفه قرار داده در او. شما رو خلیفه قرار داده، خلیفه یعنی نائب یعنی وکیل. قال رحمه الله، امام قرطبی میگه و فی هذا دلیل على ان الاصل الملك لله سبحانه، در این آیه دلیل است بر اینکه اصل ملکیت از خداوند سبحان است. و ان العبد ليس له فيه الا التصرف الذي يرضى الله، و بنده نیست برای او مگر متصرفات که راضی می باشد الله. ثم قال رحمه الله، بعد از این امام قرطبی میگه و هذا دلیل على ان الاموال ليست اموالكم في الحقيقه، این دلیل بر این است که اموال در حقیقت اموال شما نیست. و ما انتم فيه الا بمنزله النواب والوكلاء، شما نیستید در مال مگر به منزله نائب ها و وکیل ها. فاغتنموا الفرصه فيها قبل ان تزال عنكم الى من بعدكم، پس غنیمت حساب کنید فرصت را در اموال پیش از اینکه از شما زائل شود و به کسایی که بعد از شما نان داده شود. ان فقه هذه الحقيقه تجعل المسلم مندفعا الى تنفيذ شرع الله في المال، برستی درک همین حقیقت قرار میدهد مسلم را دفع شده انگیزه یافته به طرف نافذ کردن شریعت خداوند در مال. الذی آل الیه، مالی که به طرف انسان مسلمان برگشته رجوع کرده. فلا یبخل به حیث یجب علیه بذله، پس بخل نمی کند به او در جایی که صرف کردن آن بر او واجب است.
لأنه وكيل عليه، چون انسان خواه یک وکیل است بر مال، وليس بمالك حقيقي له، انسان مالك حقيقي مال نیست. والشأن في الوكيل تنفيذ ما يريده الموكل، حالت وكيل امين است نافذ کردن آنچه را که موکل میخواهد. فيما وكله فيه، در آنچه که آن را وکیل قرار داده است در آن. این شد عقیده چهارم با نتیجی که بر شما گفت. خامسا پنجم، استعمال المال في مرضات الله، به کار گرفتن مال در رضایت خداوند. یعنی هم یک عقیده اسلام که انسان مسلمان باید مال در راه استفاده کنه که خدا راضی باشه. و کل ما یعطاه المسلم من مال، تمام آنچه را که انسان مسلمان داده شده است از مال، یجب ان یستعمله في مرضات الله، واجب است که انسان را استعمال کنه در رضایت خداوند. لتحقیق الغایه التي خلق من اجلها، برای متحقق کردن هدفی که به خاطر آن آفریده شده است. و هی عبادت الله وحده، که او عبادت خداوند واحد است. لیظفر بالحیات الطیبه فی الاخره، تا ای که ظفر پیدا کنه به زندگی طیبه در آخرت. قال تعالی وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره، یعنی خداوند میگه طلب کن در آنچه الله بر تو داده است دار آخرت را. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و فراموش نکن سهم خود را از دنیا هم. ولكن هذا لا يعني حرمان نفسه من طیبات الدنیا، اما این معنی نمیده که انسان نفس خود را محروم کنه از طیبات دنیا، از حلال های دنیا. ولا ارهاق جسده بحرمانه، و نه هم معنی میده که جسد خود را تضعیف کنه با محروم کردن جسد را از همه ما یحتاج و الی از آنچه که به او احتیاجی داره. قال تعالی، آن خداوند میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، بگو چه کسی حرام کرده است زینت را که خداوند برای بندگان خود برآورده است، و روزی های پاکیزه را چه کسی حرام کرده است. خب شد عقیده پنج. سادسا ششم، دنیا وسیله لا غایه، دنیا وسیله است هدف نیست. این عقیده ششم. و دنیا به کل ما فیها من متاع و اموال، دنیا با تمام آنچه که در آن هست از کالاها و اموال، لیست هی الغایه للانسان، اینا هدف بر انسان نیست. و انما هی وسیله الی الغایه التي خلق من اجلها، بلکه اینا وسیله است برای او هدفی که انسان به خاطر او آفریده شده است. و هی اعداد نفسه للدار الاخره، که او عبارت از آماده کردن نفس خود هست برای دار آخرت. به عبادت ربیهی، به وسیله عبادت پروردگار، به وسیله عبادت خود خود آماده کنه برای دار آخرت. فلا یجوز ان ینسى هذه الغایه، پس جایز نیست که فراموش شود این هدف. اذا ظفر به وسائل دنیا و متاعها، وقتی که انسان کامیاب شد به وسائل دنیا و به متاع دنیا. ولا يجعل الدنيا او شيئا منها هي غايته، و انسان قرار ندهد دنیا را یا چیزی از دنیا را هدف در ذات خود. این هم مثال میده از وسیله و هدف برش ما. ان الحذاء وظیفته ان يضع الانسان قدمه فيه، کفش وظیفه آن این است که انسان پای خود در او بگذاره. و ان الدابه وظیفته ان يركبها الانسان، وسیله سواری وظیفه آن امینه که انسان بر او سوار بشه. لیبلغ المکان الذی یریده، تا اینکه برسه به جایی که او اراده داره. فلا یجوز فی فقه الاسلام ولا فی ادراک العقل السلیم، جایز نیست در فقه اسلامی و نه هم در ادراک عقل سلیم، ان یکون القصد من اقتناء الحذاء غایتا فی نفسه، این که مقصد از ذخیره کردن کفش هدف باشد در ذات خود. ولا الحصول على الدابه غایتا فی نفسه، نه هم داشتن وسیله سواری هدف باشد در ذات خود برای انسان. و هكذا متاع الدنيا يميل اليه المسلم كوسيله فقط، همچنین از کالاهای دنیا انسان مسلمان طرفی میل میکنه در حد یک وسیله تنها. ولا يبقى له الا ما استفاده منها في عباده ربه ومرضاته، و باقی نمیمونه برای انسان مگر آنچه را که استفاده کرده است از مال در عبادت خدا و در رضایت خدا. ان ادراک هذه المعاني و استهزار حافظ ذهن، درک کردن همین معنی و حاضر کردن اینا در ذهن، من الامور الضروريه لضبط النشاط الاقتصادي، از جمله امور ضروری است برای ضبط کردن، منضبط کردن فعالیت اقتصادی. علی النحو الذي يريده الاسلام، به شکلی که اسلام آن را اراده دارد. لان الضوابط الحقيقيه للنشاط الانسان هي التي تثبته من داخله، زیرا ضبط کننده های حقیقی برای فعالیت انسان همو ضبط کننده هایی که انسان را از داخل ضبط میکنه. تثبت ارادته و قصده و نظرته و میله، ضبط میکنه اراده انسان، قصد انسان، نگرش انسان، میل انسان. فاذا انضبط داخل سهل ضبط الخارج، وقتی که داخل انسان منضبط شد، باز ضابطه شد، باز منضبط شدن خارج انسان هم باز آسان میشه. ای النشاط الخارجی، یعنی فعالیت های خارجی و باز ضابطه در میآید للانسان. وقد اشار القران الكريم الى هذه المعاني جميعا، خدا قران کریم به تمام این معنی اشاره کرده، همین که دنیا وسیله هدف نیه. ان التور نمونه، و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، آنچه شما از چیز داده شدین
اونا کالای زندگی دنیاست و زینت آن است. و ما عند الله خیر و ابقا، آنچه پیش الله است بهتر است، باقی تر است. افلا تعقلون، آیا عقل ندارین؟ دگاه انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، ما قرار دادیم آنچه بر زمین است زینت برای زمین. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا ای که آزمایش کنیم انسان ها را که کدام یکشان نیکوتر عمل میکنه. یعنی تمام آنچه که در زمین اینا وسایل آزمایش برای انسان، اینا هدف نیه. دگاه المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزندان زینت زندگی دنیا است. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، باقیات صالحات بهتر پیش پروردگارت و از روی پاداش خود و بهتر است از روی آرزو بردن خود. یعنی مقایسه کرده ای آیه مال و فرزند در با باقیات و صالحات، و میگه که مال و فرزند که در دنیای تو آنچه که پیش خدا باقی میمانه، یعنی اعمال صالح و کار نیک و ایمانداری و اطاعت و فرمان برداری، اینا اونا بهتر نسبت به مال و ثروت دنیا. به این ترتیب این ای شد که دنیا وسیله و هدف نیه. و از این جلسه هم انشالله به پایان میرسن خود شما، و باز از جلسه آینده و هفته آینده ادامه درس‌ها رو به پیش میبرن. جزاکم الله خیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.